درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با قسمت ششم از مکالمات خیابانی و روزمره در خدمتتون هستیم. لطفا اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، پایین این ویدیو توی اون کادر قرمز گزینه سابسکرایب یا اگر یوتیوبتون آلمانی باشه گزینه آبونیغن رو کلیک کنید، روش به رنگ خاکستری در میاد و زنگوله کنارش رو فعال کنید و روی آل بذارید تا هر وقت ویدیو جدید اومد همون لحظه شما خبردار بشید و بتونید ویدیو رو ببینید. جمله اول میگه ما از کجا همدیگر رو میشناسیم. از کجا میشه چی؟ میشه وهر. کجا میشه و؟ وهر میشه از کجا. وهر کومست دو؟ از کجا میای تو؟ وهر کنن بیا اونس؟ وهر کنن بیا اونس؟ ما از کجا هم دیگر رو میشناسیم. مثلا به طرف میگی وهر کنن بیا اونس، طرف میگه ایش وایز نیش، کنن بیا اونس؟ میگه من نمیدونم. ما هم دیگر رو میشناسیم. تو میگی ایش گلاوه ویا کنن اونس، من فکر میکنم ما هم دیگر رو میشناسیم. ایش گلاوه دس ویا اونس کنن، من فکر میکنم که ما همدیگر رو میشناسیم. وهر کنن بیا اونس، از کجا همدیگر رو میشناسیم. زو برای چه مدت در کلن میمانی؟ یا غیر از کلن میتونیم خیلی چیزهای دیگه هم باش بگیم، فرق نمیکنه. وی لانگ بلایبست تو این کلن؟ Wie lange bleibst du bei mir? Wie lange bleibst du dort? چه مدت تو کل میمونی؟ چه مدت پیش من میمونی؟ و چه مدت اونجا میمونی؟ اونجا میشه dort. Hier dort. Dort یعنی آنجا. ما یک کلمه داریم dort یعنی آنجا، یک کلمه داریم dorf یعنی روستا، ده. Wie lange bleibst du in Köln؟ برای چه مدت در کلن میمانی؟ Kannst du mir bitte sagen wie lange du hier bei uns bleibst؟ آیا میتونی به من بگی چه مدت پیش ما میمونی؟ Kannst du mir sagen wie lange du bei uns bleibst؟ میتونی به این بگی چند مدت پیش ما میمونی؟ یا چه مدت پیش ما میمونی؟ خب میری دکتر یا هر جایی، بانک، حالا فرق نمیکنه. مخصوصا تو این روزا که الان همه جا باید صفی بریم و دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر باید ما رو راه میدن تو فروشگاه، بعضی اوقات طرف سوال میکنه وریس پیت در نکست، لطفا نفر بعدی کیه؟ نفر بعدی کیه لطفا؟ ویل ایست بیت در نیکست؟ ایش بین در نیکست، من نفر بعدی هم. ایش بین در نیکست، ویل ایست بیت در نیکست؟ ادا بیست تو در نیکست؟ آیا تو نفر بعدی هستی؟ یا ایش بین در نیکست؟ بله من نفر بعدی هستم. زو انبیتن رو اگر بخوایم به فارسی هم معنی کنیم، معنی تعارف کردن رو هم میده، ولی انبیتن در واقع در اصل میشه عرضه کردن، که انگبوت از همین فعل میاد. واس دارفش اینن انبیتن؟ در اصل بخوایم این رو معنی کنیم جالب نمیشه، میشه اجازه دارم چی بهتون عرضه کنم، ولی معنیش بخوایم راحت تر بگیم اجازه دارم چی بهتون تعارف کنم، اجازه دارم چی براتون بیارم، چه چیزی مایل هستید براتون بیارم، اینا رو میشه روی این جمله گذاشت. واس درف ایش اینن انبیتن؟ واس درف ایش اینن انبیتن؟
Ich biete euch etwas an. من یک چیزی رو به شما تعارف میکنم. من یک چیزی رو به شما عرضه میکنم. Meine Uhr ist stehen geblieben. Stehen geblieben یعنی ایستاده. میگه ساعت من ایستاده. همون منظورش اینه که ساعت من خوابیده. یکی ازتون میپرسه وی فیل او هابن وی یتس؟ الان چه ساعتی رو ما داریم؟ الان ساعت چنده؟ شما میگید Meine Uhr ist stehen geblieben. Ich weiß auch nicht. من نمیدونم ساعت من خوابیده. ساعت من ایستاده. تو این جمله چون نبنزاتس داره ویس دو بو ار وونت فر رفته آخر، ولی بعضی اوقات توی فیلم ها، توی سریال ها و حتی صحبت های روزمره‌ای که ما انجام میدیم، حتی خود آلمانی هم بعضی اوقات میگن ویس دو بو وونت ار، ولی در از این جمله اینطوریه که چون کما هم اومده وسطش باید فعل بره آخر. Weißt du wo wohnt oder weißt du wo sie wohnt؟ میدونی که او کجا زندگی میکنه؟ آیا میدونی او کجا زندگی میکنه؟ Weißt du wo wohnt؟ Ich weiß leider nicht wo wohnt. Ich weiß leider nicht wo wohnt یعنی این که من متاسفانه نمیدونم که او کجا زندگی میکنه. Ich habe keine Adresse von ihm. Ich habe keine Adresse von ihr. من آدرسی از او ندارم. Ich habe keine Adresse von ihm. Ich habe keine Adresse von ihr. من آدرسی از او ندارم. So, Vorschlag یعنی پیشنهاد کردن، که فعل تخنبا هستش، جدا شدنی هستش و ما میگیم ایش شلاگ فور. ایش شلاگ فور فعل جدا میشه، اول فعل میره آخر. ایش شلاگ فور من پیشنهاد میکنم. ایش فیند دیزن فور شلاگ گوت. ایش فیند، بچه فیندن فقط پیدا کردن نمیشه، مثل این جمله که اینجا میگه ایش فیند دیزن فورشلاگ گود، میگه این پیشنهاد رو من خوب میبینم، از نظر من این پیشنهاد خوبه. ایش فیند دو موس یتس نخ آوزه گن اون اتواز آوز خوبه. من فکر میکنم، به نظر من، نظر من اینه که تو الان بری خونه و کمی استراحت کنی. Ausruhen یعنی همون استراحت کردن. Erlauben یعنی اجازه دادن. Was erlauben Sie sich؟ Was erlauben Sie sich؟ میگه چطور به خودتون چنین اجازه ای رو میدید؟ oder wie erlauben sie sich, was erlauben sie sich, wie erlauben sie sich، چطور به خودتون چنین اجازه ای رو میدید؟ was erlauben sie sich. rufen aufrufen صدا کردن. شما اگر یک اداره ای برید، اگر اونجا دستگاهی نباشه که شما بخواید نوبت ازش بکشید، یعنی دکمه بزنید و بهتون نوبت بده، میرید اونجا، طرف بهتون میگه Sie werden gleich aufgerufen. Sie werden bald aufgerufen. شما به زودی چند لحظه دیگه صدا میشید، صدا کرده میشید، شما رو صدا میکنن. Aufrufen aufgerufen. Sie werden aufgerufen. شما رو صدا می کنند. برای
تسلیت گفتن خیلی مدل‌ها میگن ماین بایلایت، ماین هرتلیشس بایلایت، از صمیم قلب تسلیت میگم ماین بایلایت یعنی تسلیت میگم، همه مدل میتونید این رو بگید، یا به جای ماین رو به کار نبرید فقط بگید هرتلیشس بایلایت داس بایلایت، یعنی از صمیم قلب تسلیت میگم ماین هرتلیشس بایلایت، از صمیم قلب تسلیت میگم. زو مزاحم شدن رو گفتیم شتوغن هم میشه ایش مشته دیشت نیشت شتوغن، یعنی من نمیخوام مزاحم تو بشم. اینجا تو این جمله با آف هالتم میگه، برای مثال طرف داره یه کاری انجام میده، یه رایی رو میره و ما جلوش رو میگیریم و با فعل آف هالتم میگیم ایش مشته دیشت نیشت آف هالتن، ایش مشته زی نیشت آف هالتن، اگر محترمانه بخوایم بگیم ایش مشته زی نیشت آف هالتن، اما ایش هبه این فراغه، من نمیخوام مزاحم شما بشم ولی یک سوال دارم، ولی من یک سوال دارم، ایش مشته دیشت نیشت آف هالتن، اما ایش هبه این فراغه، کنسو میه بیت زاگن بی ایش سوم هاپت بناف کامه، میتونی به این بگی که من چطوری میتونم برم ایستگاه مرکزی قطار؟ زیشا ایست زیشا، کار از محکم کاری عیب نمی کنه، همه جا میتونید استفاده کنید، کار از محکم کاری عیب نمی کنه میشه زیشا ایست زیشا، مطمئن مطمئنه، امن امنه، ولی همون کار از محکم کاری عیب نمی کنه. بلایدیگن یعنی توهین کردن، برای مثال میگی دو بلایدیکس میش، یعنی تو به من توهین میکنی، دو هست میش بلایدیکت او دا دو هست میش بلایدیشت، قبلا گفتیم ای و گ آخر جمله بیاد، آخر کلمه بیاد، دو مدل تلفظ میشه مثل فرتیگ و فرتیش، ما هر دوتا رو میگیم، اینجا هم میشه بلایدیکت بلایدیشت، ایش ولت دیشت نیشت بلایدیگن، من نمیخواستم به تو توهین کنم، ابا دو هست میش بلایدیشت، ابا دو هست میش بلایدیکت، اما تو به من توهین کردی. تو یکی عکس گفتیم زیشا ایست زیشا، یعنی چی؟ یعنی این که کار از محکمکاری نمی کنه، اینجا میگه فوربای ایست فوربای، یعنی گذشته 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 دیگه گذشته، گذشته تموم شده، فوربای ایست فوربای، درسته که فرگانگن هایت میشه گذشته، ولی اصطلاح فوربای ایست فوربای یعنی گذشته دیگه گذشته، گذشته تموم شده. فوربای معانی خیلی زیادی داره که تو ویدیوهای قبلی، ویدیوهای گذشته، ویدیوهای سال پیش ساختمش و براتون توضیح دادم که با فعلهای دیگه میادش چی معنیایی میده. تو فرودگاه شاید براتون پیش بیاد طرف بهتون بگه زی هابن اوبرگپک، زی هابن اوبرگپک یعنی شما اضافه بار دارید، هیچ وقت به شما کسی نمیگه زی هب اون تگه پک، شما کم بوده بار دارید، بارتون کمه، وزنش کمه، همیشه میگن زی هب اوبگه پک، مثل اینکه به شما بگن زی هب اوبگه ویشت، یعنی اینکه شما اضافه وزن دارید، اینجا میگه زی هب اوبگه پک، یعنی شما اضافه بار دارید. فپاسن یعنی از دست دادن، ایش هب ماینن سوگ فپاس، من قطارم رو از دست دادم، دو نفر دارن توی یه اتاقی، دو تا خانم غیبت میکنن، الان میگم خانم خانوما، الان میام میگم وای موری کشتیمت، ما غیبت کن نیستیم، ما حرف میزنیم فقط، دو تا خانم یا دو تا آقا توی یه اتاقی دارن غیبت میکنن، یه آقا یا یه خانم از در وارد میشه میگه بس همیش فپاس،
چی رو از دست دادم من؟ منظورش اینه که شما در مورد چی داشتید صحبت میکردید؟ Was habe ich verpasst? Ich habe meinen Zug verpasst. من قطارم رو از دست دادم. و جمله آخر فعل شکایت کردن. یکی رو قبلا گفتیم میشه klagen، اگر یادتون باشه klagen به klagen که گفتم anzeige machen میشه گزارش دادن، خبر دادن، شکایت کردن نمیشه. یکی klagen به klagen و یکی beschweren. Ich möchte mich beschweren. من میخوام شکایت کنم. Ich möchte mich beschweren. امیدوارم که از این ویدیو هم راضی باشید و لطفاً برای دوستاتونم لینکش رو بفرستید که اونا هم استفاده کنن. تا ویدیو بعدی شما رو به خدا میسپارم. مواظب خودتون باشید.